با سلام و درودی دیگربار خدمت شما همراهان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از اخبار. اما خبری دیگر از بیکاری کارگران. بیکاری تدریجی کارگران مسکن مه ناگهان بحران می‌سازد. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به ایلنا گفت در حوزه اشتغال کارگران ساختمانی به زودی به بحران می‌رسیم، زیرا با اتمام تدریجی طرح مسکن مه که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر کشور به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند. وی ادامه داد فرصت شغلی ناپایدار در طرح مسکن مه در حالی به انتظارات از دولت دامن زده است که از همین حالا کارگران ساختمانی شاغل در این طرح به تدریج شغلشان را از دست می‌دهند و موزل اشتغال برای این قشر زحمتکش به زودی تبدیل به بحران می‌شود. وی با اشاره به اینکه نیمی از کارگران ساختمانی کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند، افزود در صورت بروز بیماری، به ویژه وقتی سرپرست خانواده بیکار باشد و دفترچه بیمه هم نداشته باشد، مشکلات معیشتیش طبعاً دوچندان می شود. اما باز خبری دیگر از حقوق کارگران. حقوق کارگران شهداب در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است و اخراج بیش از نیمی از کارگران بعد از خصوصی‌سازی را در پی داشته است. یک فعال کارگری در ارومیه از تعویق 5 ماه حقوق بیش از 60 کارگر کارخانه تولید کنستانتره و آب میوه شهداب خبر داد و گفت کارگران این کارخانه از تیر ماه سال جاری حقوقی دریافت نکردند. این کارگر که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به واگذاری 34% از سهام کارخانه شهداب از سال 87 به بخش خصوصی به ایلنا گفت با واگذار کردن بخشی از سهام کارخانه به بخش خصوصی، مشکلات کارخانه و به تبع کارگران آغاز شد. او در این باره گفت کارخانه شهداب پیش از خصوصی سازی بیش از 140 کارگر داشت، اما همکنون تعداد کارگران به 60 نفر رسیده است. این کارگران مدعی شد پرداخت نکردن حقوق کارگران مقدمه ایست برای تعطیلی کامل کارخانه که طبق یک برنامه پیش می رود. اما ادامه اخبار با چند خبر از حوزه حقوق بشر. بازداشت علیرضا درویش، روزنامه نگار و فعال فرهنگی. ماموران امنیتی با هجوم به محل کار علیرضا درویش، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. علیرضا درویش، روزنامه نگار و فعال فرهنگی، ظهر دوشنبه 18 آذر ماه پس از هجوم ماموران امنیتی به محل کار خود بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازرسی محل کار وی و ضبط کامپیوتر، سی‌دی و مدارک مربوط به هفته‌نامه به محل سکونت این روزنامه نگار رفته و پس از تفتیش و بازرسی منزل و ضبط لوازم وی او را به محل نامعلومی انتقال دادند. تا کنون مشخص نشده که این ماموران متعلق به کدام نهاد بودند و وی را به کجا منتقل کردند. علیرضا درویش در هفته‌نامه امرداد مشغول به کار بود. این هفته نامه متعلق به زرتشتیان است. اما بیخبری مطلق از علی اصغر قروی در زندان اوین. خانواده علی اصغر قروی که 19 آبان ماه سال جاری در پی انتشار مقاله‌ای در بهار بازداشت شد، همچنان در بیخبری از وی به سر می‌برد. این زندانی سیاسی در این مدت هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده خود نداشته است که وضعیت نامساعد جسمی او پیش از بازداشت بر نگرانی ها از بابت شرایط وی نگرانی ها را افزایش داده است. به دنبال توقیف روزنامه بهار در پی انتشار مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، سید علی اصغر قروی نویسنده مقاله روز یکشنبه مورخ 19/8/92 بازداشت شد. پس از آن از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل و روز سه‌شنبه به مدت 2 ساعت در دادگاه به اتهامات وارده پاسخ داد. آقای قروی عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران از سال 80 اقدام به برگزاری کلاس‌هایی با عنوان تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی قرآن
مبین کرد که این کلاس ها توسط اداره اطلاعات اصفهان تعطیل شد. اما خبر دیگر از خودزنی یک زندانی سیاسی در پی فشارهای مسئولین. صادق خداوردی، زندانی سیاسی بند 8 زندان اوین، اقدام به بریدن رگ گردن خود با تیغ نمود و به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد. آقای خداوردی، زندانی سیاسی بند 8 آموزشگاه زندان اوین، اقدام به این امر نمود و پس از انتقال به این بیمارستان توسط یک منبع مطلع، مسئولین زندان به دفعات از ملاقات وی با بستگانش ممانعت به عمل آورده و صادق خداوردی به همین علت اقدام به بریدن رگ گردن خود کرده است. اما اعلام آمادگی یک زندانی سیاسی برای شهادت در دادگاه، بدن شکنجه شده ستار بهشتی را به چشم دیدی. بیش از یک سال از قتل یک کارگر وبلاگ نویس در بازداشت می‌گذرد و این روزها وکیل پرونده خبر می‌دهد دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. این در حالی است که مرداد ماه امسال مادر ستار بهشتی با انتقاد دوباره از روند رسیدگی به پرونده فرزندش گفت که حسین رونقی ملکی از زندانیان سیاسی به وی گفته که آماده است تا در دادگاه به آنچه بر سر ستار در بازداشتگاه گذشته شهادت دهد. وی در گفتگویی همان زمان تاکید کرد که ستار بهشتی در شبی که به صورت موقت به اوین منتقل شده بود، بدنش را برخی از زندانیان نشان داده و گفته بود که بازویش وی را تهدید مرگ کرده است. اینک حسین رونقی، زندانی محبوس در بند 350 که یکی از شاهدان آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی بوده، اعلام کرده که آماده شهادت در دادگاه است. با توجه به اینکه امکان حضور در دادگاه و ارائه شهادت خود را نیافته، در نامه سرگشاده خطاب به قاضی ایزدی رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری ضمن اعلام دوباره آمادگی برای شهادت در خصوص این پرونده، مشاهدات خود را نوشته است. شهادت نامه ای که از داخل زندان اوین، هرچند که در واقع باید کارگشای حق طلبان برای یافتن حقیقت باشد، باز هم بی جواب مانده است. اما سید محمد سیف‌زاده بعد از جراحی به زندان رجایی شهر بازگشت. هفته گذشته چشم راست سید محمد سیف‌زاده، عضو کانون وکلا و عضو ارشد کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون در زندان رجایی شهر دوران حبس خود را می‌گذراند، در بیمارستان نور تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت. وی در هنگام بازداشت به زندان به علت سختگیری‌های زیاد و بی‌دلیل ماموران نتوانست داروهای مورد نیاز خیش را به همراه ببرد. آقای سیف‌زاده در این مدت طولانی زندان به بیماری‌های مختلف قلبی، دیسک کمر، آرتروز دست و پا و کمر و کم شنوایی مبتلا شده است و علی‌رغم تکلیف سازمان زندان‌ها به مداوای او، اکنون کلیه هزینه‌های درمانی که تا به حال بالغ بر 300 میلیون ریال گردیده بر وی و خانواده‌اش تحمیل شده است. سید محمد سیف‌زاده که از سال‌های پس از انقلاب اسلامی وکالت بیش از 300 پرونده حقوق بشری را به عهده داشته است، در آبان ماه سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. امیر خسرو دلیرسانی پس از 4 سال حبس آزاد شد. آقای دلیرسانی از زندانیان سیاسی جنبش سبز و از فعالان ملی مذهبی پس از گذراندن 4 سال حبس از بند 350 اوین آزاد شد. این عضو جنبش مسلمانان مبارز که در 13 دی ماه سال 88 با هجوم ماموران به منزلش بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در مدت پس از بازداشت تنها چند روز کوتاه در نوروز 89 به مرخصی آمد و پس از آن بدون هیچ گونه مرخصی دوران حبس خود را گذران. دلیرسانی در این مدت 4 سال در چند برنامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مشارکت داشت که شاید مهمترین آنها اعتصاب غذای وی به همراه زنده یاد خدا صابر است که فرجام آن به شهادت صابر منتهی شد.
دلیرسانی دارای یک فرزند پسر به نام عرفان است که در حال حاضر کلاس ابتدایی دوم را می‌گذراند. اما مخالفت دادستانی تهران با اعزام هوتن دولتی به بیمارستان، در حالی که هوتن دولتی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 اوین در 15 روز از اعتصاب قضای اعتراضی خود به سر می‌برد، دادستان تهران نظر پزشک قانونی را در مورد لزوم درمان این زندانی سیاسی خارج از زندان نادیده گرفته است. در پی اعتصاب قضای این عضو زندانی، جبهه ملی ایران پزشک قانونی شنبه هفته جاری با حضور در زندان اوین و معاینه این زندانی سیاسی کتفاً اعلام کرده است که به دلیل بیماری قلبی، درد کمر و زانو وی بایستی مکرراً از زندان به بیمارستان اعزام شده و تحت نظر باشد. با این حال دادستانی تهران با اعزام این زندانی سیاسی در روز یکشنبه جهت پیگیری امور درمانی قلب در بیمارستان عاطیه با وجود تعیین وقت از سوی خانواده و انتظار آنها مخالفت کرده است. هوتن دولتی مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران که از بیماری های متعدد جسمی رنج می برد، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان و دادستانی تهران به وضعیت درمانیش از روز پنجشنبه هفتم آذر ماه اقدام به اعتصاب قضای اعتراضی و نامحدود کرده است. انتقال محمد امین روغنی فعال دانشجویی به بند 350 اوین. آقای روغنی فعال دانشجویی دانشگاه سمنان که از چهارم شهریور ماه سال جاری جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان سمنان معرفی شده بود، پس از تحمل بیش از 100 روز شرایط بسیار دشوار در بند محکومان به اعدام، زندان سمنان روز چهارشنبه به بند 350 زندان اوی منتقل و به جمع سایر اسرای سبز پیوست. با تشکر از شما همراهان رادیو آزادگان که ما را در این بخش از اخبار همراهی کردید. تا هفته ای دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. شنوندگان عزیز، به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی توجه می فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.